걱정해. 너무 착하? 나도지야? 너는 나 누구 뜻이야? سلام بینندگان عزیز. معارف رکن اساسی یک جامعه مدرن برای ترقی و پیشرفت است. از این لحاظ کشورهای متمدن در تلاش استحکام بخشیدن این اصل می باشند. ولسوالی جغوری از جمله ولسوالی هایی است که به معارف اهمیت بیشتر قائلند و در حال حاضر در این ولسوالی 107 باب مکتب به شمول مکاتب خصوصی فعالیت دارند. از میان شمار مکتب های موجود در جغوری یکی هم مکتب متوسطه و کودکستان خصوصی کوشا می باشد که روزانه صدها تن از دانش آموزان مصروف فراگیری تعلیمات ابتدایی هستند. سال 1397 فعالیتش را آغاز نمود و اکنون نیز با تلاش پیگیر استادان همچنان به کارشان ادامه می دهند. به گفته آقای نوندش سرمعلم این مکتب، با وجود مشکلاتی که در معارف کشور وجود دارد، کوشا تلاش میکند تا با کیفیت عالی خدمات معارف را عرضه بدارد. از در قسمت سوال شما گفتیم مکتب در کدام سال تأسیس شده. مکتب ما این سال سال دومش است و در سال 1397 آغاز کار ما بودم که تأسیس کردیم و در سال اولم خوشبختانه که شاگردی از نگاه کمیت هم زیاد بودن، در حدود 300-350 نفر شاگرد داشتیم که بسیار موفقانه سال 98 را سپری نمودیم و این سال که سال 98 سال دومی فعالیت ما است، هم بسیار یک سال پر دستاورد و موفق که برای ما خصوصا هم از نگاه کیفیت و هم از نگاه کمیت. از نگاه کمیت همچنان شاگرد ما در حدود 450-500 نفر شاگرد داریم. خوشبختانه که از نگاه کمیت هم از نگاه کیفیت هم بسیار با کیفیت بالا شاگردان ما در سال خود را میخوانند و از امکانات روز استفاده میکنند. در قسمت کودکستان اول این که استادان ما در مجموع استادایی که در کودکستان است همهش از روانشناسی و یا دارالمعلمین فارغ شده و استادای والده هستند و در مجموع شاگردایی که با این در اینجا میآیند و خصوصا اون شاگردایی که قبلا در مکاتب دینی رفته و در مکاتب دیگر اینجا بسیار با شوق علاقه میدن، چون در اینجا تنبیه فیزیکی وجود ندارد، همیشه تشویق میشوند شاگردا، همیشه همو ذهنیت های شاگردا که در هر بخش که موفق هست همو ذهنیت هایش رویش کار میشود و همیشه شاگردا واقعا حتی پارسال هم و امسال هم رخصتی وقتی که رخصتی پیش میاد شاگردا با سر صدا میگن که ما رخصتی نمیریم، رخصتی نمیریم، ما درس میخوانیم. آقای نوندش اظهار می‌دارد که شاگردان کوشا با شوق تمام به مکتب می‌آیند و این شوق و علاقه‌مندی دانش آموزان استادان را بیشتر وادار می‌کند تا صادقانه در خدمت اولاد وطن باشند، زیرا علاقه‌مندی و صداقت می‌تواند موفقیت را در پی داشته باشد. آقای نوندش می‌گوید مکتب‌های خصوصی در میان مردم جایگاه خاصی دارند، چرا که در مکتب‌های دولتی فقدان کیفیت و عدم رسیدگی به دروس شاگردان از مشکلات عمده آن است، اما مکتب‌های خصوصی در تلاشند تا بر هر گونه مشکلات فائق آیند. برای در این قسمت واقعا ما بسیار افتخار می‌کنم به مردم خود که یعنی با سرنوشت اولاد و آینده‌سازانشان بازی نمی کند و بسیار مسئول و احساس مسئولیت می کند در قبال سرنوشتشان که فرضاً امی پارسال که 97 ما مکتب خود را آغاز کردیم، یکی مکتب کیان و مکتب ما اولین سال آغازش بودن، مکتب خصوصی در جاوری آمدن و مردم واقعا با بسیار استقبال گرم و بسیار با خوشبینی از این مکتب های خصوصی استقبال کردن و حالا همچنان فهمیده می شود که بسیار راضی هم هستن، بخاطر که متاسفانه در مکاتب دولتی اول این که مشکلات زیاد وجود داره، اولی که مدیریت صحیح نمیشه و دوم این که استادا زیاد احساس مسئولیت نمی کنند. نمی کنم دلیلش که
کم بودن معاش است یا خودم دلیل دیگه اونا پیش خودشان است، ولی مکاتب خصوصی خوشبختانه که با پلان منظم، با برنامه منظم و با هدفهای مشخص کار میکند و والدین هم راضی هستند. از آنجایی که رشد مکتب رشد جامعه انسانی برای آینده روشن است، سرمعلم مکتب خصوصی کوشا میگوید استادان و اولیای شاگردان به فکر بهبودی مکتب باشند و خطاب به اساتید مکتب به این موضوع اشاره میکند. اگر معلمین در روز نخست احراز وظیفه معلمی را در برابر معاش کم میپذیرند، باید با همان معاش به طور صادقانه و دلسوزانه در اجرای وظیفه از جان مایه گذارند تا باشد که اطفال وطن فردای بهتر از امروز داشته باشند. واقعا اولین جای تأسف است که یک تعداد معلمان وظایف خود را درک نمی کنند، ولی ما برای همه معلمان و برای همه والدین خود از همه زنایی تقاضا داریم. اولا از معلمین خود که اگر توافق داره با مون معاش، کمترین معاش هم که من یک کار منم، اگر نمیتونه که روزگار خود را پیش ببره، در روزی نخوست باید این قرارداد را قبول ننماید و این وظیفه را قبول ننماید، چون معارف پایه و اساس یک کشور را تشکیل میدهد. بناهن اگر این وظیفه را همچنان و دوش میگیرن، بناهن از همه ایشان تقاضای ما ای است که صادقانه با تمام توان در خدمت فرزندان این وطن باشن. افغانستان کشور است که بیش از همه به توسعه معارف نیازمند است، چرا که بحران پیش آمده در کشور یکی از عواملش بی‌سوادی، فقر فرهنگی و عدم آگاهی مردم از امورات اجتماعی است. هرگاه به وضعیت معارف توجه بیشتر صورت گیرد و دروازه های معارف در تمام ساحات افغانستان برای اطفال و کودکان این وطن باز باشند، در آینده ها روزگار این وطن اینچنین نخواهد بود. بزرگ می شود.